خب این قسمت دوم، قسمت اول فقط یه پیشنهاد در واقع پژوهشی بود، منتها قسمت دوم وارد اون مبحث اصلی این ژورنال کلاب میشیم که در واقع حالا قرار هست برنامه های این ژورنال کلاب به صورت منظم قبلا اطلاع میدیم و هر سری مثلا چند تا از مقالات یا یکی یا چند تا از مقالاتی که خیلی کاتینگ اج باشن و خیلی جدید باشن و اینها رو بیایم و ارائه بدیم. این لحظه نگارتون رو چک میکنیم ببینیم درست هستش همه چیش. خب خدا رو شکر. موضوع جدید الان در واقع یکی از جدیدترین موضوعاتی که توی ریسرچ مطرح شده از سال 2015-16 به بعد موضوع سینگل سل سیکوئنسینگ هست. البته قبلش هم بود، منتها این دو سه ساله خیلی خیلی موضوع مهیج و در واقع به صورت موضوع هات تاپیکی شده توی دنیای علم و من میخوام این رو با یه چالشی مطرح کنم. منتها قبلش یه یادآوری بکنم که ما وقتی که مثلا یه تکنولوژی نکست جنریشن سیکوئنسینگ داشته باشیم میتونیم بهش هول جینوم رو بدیم یا اگزوم رو بدیم یا یه قطعاتی از در واقع ژنوم رو که با پی سی آر امپلیفای کردیم بدیم یا آر ان ای سیک بکنیم آر ان ای رو بدیم. منتها یه ذره برگردیم به همون مسئله در واقع قبلیمون. فکر کنین مثلا آلزایمر فقط روی 5% سلولای مغز اثر میذاره، درست؟ پس اگه کل سلولای مغز رو در واقع آر ان ای شون رو استخراج کنیم و سیکونس کنیم احتمالا نتونیم اون رد پای آلزایمر رو ببینیم، یعنی دقیقا ببینیم تو چه پتویایی در واقع این اثر خوش رو داره ظاهر میکنه. یا مثلا سرطان، وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که سلولای سالم و سلولای سرطانی، اینجوری نیست که بافت سرطانی همه سلولاش سرطانی باشن. خب شما توی بافت سرطانی ممکنه سلولای طبیعی خون هم ببینین، مثلا توی بافت برست کانسر یه سری سلولای طبیعی مثلا فرض کنید اون بافت یا سلولای داکت یا هر چیز دیگه ای رو ببینید و یه دسته ای از سلولا رو هم ببینید که سرطانی شدن. اگه فرض کنیم که دوتا گروه سلول داشته باشیم، مثلا سلولای سبز که کاملا سالم هستن همشون و سلولای قرمز که کاملا سرطانی هستن همشون، اینجا ممکن هستش که ببینیم مثلا بعضی از ژن ها به صورت دیفرنشیالی اکسپرس هستن، مثلا نانوک اوکسفورد اینها مثلا بیان یه ژنی توی سلولای سرطانی نسبت به سلولای سالم مثلا 2 برابر شده یا 4 برابر شده یا هر چیزی. بعضی از ژن ها مثل گپ‌دی‌اچ رو ببینیم کنترل تفاوتی نکرده و بعضی ها مثل P53 رو ببینیم تو سلولای سرطانی بیانش رو کم شده و این تغییرات رو به صورت معنیدار بتونیم دیتکت کنیم. منتها فکر کنیم که سلولای سرطانیمون یه درصدیشون واقعا سرطانی شده باشن، یعنی مثلا اون بافت سرطانی رو که میگیم یه در واقع سمپل هتروژنی باشه از مثلا 70-80% سلولایی که در واقع الگوی بیان ژنشون خیلی تغییر نکرده و یه 10-20% مثلا بینشون سلولایی باشن که به خاطر سرطان الگوشون خیلی تغییر کرده. و حالا ملاحظه میفرمایید اون در واقع پلاتامون کاملا عوض میشن، یعنی دیگه اون 4 برابر اختلاف بیان شما چون انگار دارید یه معدلگیری میکنید روی مثلا یه دونه سلول که تفاوتش 4 برابر بوده و 7 سلول دیگه که تفاوت اصلا نکرده دیگه. خب 7-0 رو با یه دونه 4 معدل میگیرین، معدل همش میشه مثلا 0.2 به فرض. خب و 0.2 چیزی نیست که واسه شما بتونه اون تفاوت رو نشون بده، شما ممکنه کاتاف مثلا تفاوت بیانشون رو 2 برابر یا رو نصف شدن بیان گذاشته باشین و این خلاصه یه مشکل جدی هستش. ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ به جای اینکه در واقع یه بالک سلول رو بگیریم همشو آرنش رو استخراج کنیم و همشو سیکونس کنیم، میتونیم بریم سراغ این که تک تک سلول ها رو سیکونس کنیم و در واقع پروفایل جداگانه یه بیان واسه هر سلول در واقع استخراج کنیم. مثلا فرض کنیم شما 20 تا بیمار داشتین، در واقع 20 تا بیمار رو آرنه سیک میکردین، به ازای هر بیمار شما چی داشتین؟ یه وکتور تو خروجی داشتین که بیانه مثلا 5000 تا یا 50000 تا ژن رو توی اون یه سمپل نشون میداد. پس نهایتا به یه ماتریسی میرسیدی که 5000 تا در واقع ژن سطرهاش هست و 20 تا بیمار ستوناش رو تشکیل میده.
منتها فکر کنین مثلا دارید از یه دونه بیمار حتی یه سمپلی میگیرید شامل 10,000 تا سلول. این دفعه میخواین چیکار کنین؟ به جای اینکه همه این سلولا رو میکس کنین و برسید به یه دونه بردار بیان، به ازای هر سلول یه بردار بیان جداگانه ای داشته باشین. اینجوری میرسیم به یه ماتریسی که 50,000 تا مثلا سطر داره به ازای 50,000 تا ژن و 10,000 تا ستون داره به ازای 10,000 تا سلول مختلف. من اینو تو کنفرانسی تو خلاصه سال 2016 یه نفر اومد گفت که ما تو مؤسسمون مثلا یه تکنیکی رو دیولوب کردیم که اومدم خود من مثلا 12,000 تا سلول خون ساز رو، سلولایی که از مغز استخوان هستن، مثلا گرفتم اینا رو سینگل سل سیکونس کردم واسه اینکه مثلا سلولایی که سورس اولیه یه سلولای خونساز هستن و سلولایی که در حال تمایزن و سلولایی که کاملا انگار فکر کنین یه درخت هستش دیگه، سلولای استم سم اولیه، سلولایی که یه مقداری تمایز پیدا کردن تا سلولایی که کاملا تمایز پیدا کردن، می‌خواستم همه این سلولا رو شناسایی کنم. و من تو ذهن خودم یه دو تا چهار تا کردم. اون موقع مثلا فکر کنین هزینه هر سمپل، هر یه دونه سمپل آرنیسی که مثلا 400-500 دلار بود. خب تو ذهن خودم گفتم خب 12,000 تا سینگل سل زد در 400 دلار میشه چقدر؟ مثلا میشه چند میلیون دلار. و بعدم باز تو ذهن خودم میگفتم که در واقع این تازه واسه این هستش که آرنیسی خب به اندازه کافی سلول داریم دیگه، اگه مثلا روی تک سلول داشته باشی مثلا بیان رو بسنجی احتمالا گرون تر خواهد بود نسبت به این که، یعنی سینگل سل آر ان ای کمتری داره پس کلا هزینه‌اش بالاتر خواهد بود دیگه. یعنی به خاطر این بود رسیدم به عدد چند میلیون دلار. و بعد از در واقع ارائهش ازش پرسیدم که چقدر شد هزینه کارت؟ گفت آره من خیلی میخواستم که مثلا بشه یه دلار به ازای هر سلول، منتها شد دو دلار مثلا. و یه دفعه خیلی اصلا یهو انگار همه معادلاتم به هم ریخت. یه پروژه‌ای که من حدس می‌زدم مثلا خیلی خیلی گرون قیمت باشه، خب نسبت به اون عددی که فکر می‌کردم به شدت ارزون‌تر بود. و بعدن با این تکنیک آشنا شدم که اینها چجوری این کار رو انجام میدن. ببینید در واقع فکر کنین می‌خوایم هر کدوم از سلول‌ها رو دیتاشو جداگانه داشته باشیم. واسه اینکه جداگانه داشته باشیم انگار باید هر آرنه یه هر سلول رو یه برچسب یا یه عدد یا یه بارکد جداگانه بزنیم دیگه. در واقع آرنه ها رو بارکدهای جداگانه میزنیم، این بارکدهای جداگانه رو بعدن در واقع بعد از اینکه این آرنه ها، البته آرنه رو که میدونین تبدیل به سی دی ان ای میکنیم، بعد از اینکه اینا رو سیکونس کردیم از روی این بارکد ها متوجه میشیم که هر قطعه ای از آرنه مال کدوم سلول بوده دیگه. فرض کنیم مثلا به سلول اول شماره یک زدیم به همه آرنه هاش، به سلول دوم به همه آرنه هاش بارکد دو زدیم، به سلول سوم به همه آرنه هاش بارکد سه زدیم، به همین ترتیب همه اینا رو سیکونس کردیم، هر قطعه ای فرض کنیم اون بارکدش تهش هستش. حالا بر اساس بارکد ها میتونین قطعات یا رید هاتون رو شما تفکیک کنین به مثلا اگه 1,000 تا سلول اولیه داشتین 2,000 تا سطل بذارینشون و بعدا هر سطلی رو جداگانه تحلیل کنیم دیگه میزان بیانه. تا اینجاش مفهومه؟ خب فقط چند تا سوال جدی به وجود میاد. اولا این بارکودا چی باشن؟ چه جور بارکودی میتونیم به یه قطعه دی ان ای اضافه کنیم؟ چی؟ رنگ مثلا 1,000 تا یا 10,000 تا رنگ نداریم. چی؟ یه قطعه کوچولوی دی ان ای میتونیم بهش اضافه کنیم. ببین به دی ان ای بهتر بارکدی که شما میخواین اضافه کنین، مثلا فرض کنین شما یه تیکه 10 حرفی دی ان ای رو در نظر بگیرین، یه تیکه 10 حرفی دی ان ای چند حالت مختلف میتونه داشته باشه؟ 4 به توان 10 حالت. یعنی چقدر؟ یعنی مثلا 2 به توان 10 میشه 1,000، 4 به توان 10 مثلا میشه 1 میلیون تا حالت مختلف، بالای 1 میلیون تا حالت مختلف. خب مثلا بارکد اولتون میشه میتونه A باشه، بارکد دومتون مثلا AC باشه، همینجور G T مثلا همه بارکدهای مختلف. و البته شما معمولا بارکدها رو اینقدر نزدیک به هم انتخاب نمیکنین که اگه یه خطای سیکونسینگ اتفاق افتاد سریع بارکد به بارکد دیگه تبدیل بشه. یعنی مثلا طول بارکدها رو از اول میخواستیم بگیریم 10، میگیریم 20،
که مثلا اون 1 میلیون تا بارکد مختلف هر کدومشون با یکی دو تا خطا هم به هم دیگه تبدیل نشن. مثلا بارکدا رو یه جوری انتخاب می‌کنیم که با هم دیگه هر کدوم هر دو تاشون فاصله داشته باشن، منتها مهم نیست. اینجوری در واقع فرض کن 1 میلیون تا بارکد مختلف داریم. پس اگر بتونیم به همه قطعاتی که در واقع از سلول یک میان بارکد یک رو بچسبونیم، به همه قطعات، به انتهای همه قطعاتی که از سلول دو میان بارکد دو رو بچسبونیم همین جور و بعد از سیکونسشون کنیم، میتونیم بر اساس اون بارکدا در واقع ریت ها رو تفکیک کنیم. تا اینجا مشخصه داریم چی کار میکنیم دیگه، درسته؟ خب حالا سوال جدی که وجود داره چی هستش؟ این بارکدا رو چجوری؟ ببینیم در واقع یه چیزایی فکر کنیم میخوایم اینو اختراعش کنیم دیگه، باید هر سلول رو گیرش بندازیم تا وقتی که همه سلول ها قرقاتی نشده هر سلول رو گیرش بندازیم با یه بارکد، نه یه دونه بارکد، یه تایپ بارکد. منتها مثلا از یه سلول شما مثلا 1 میلیون تا mRNA استخراج میکنین، باید 1 میلیون تا بارکد یه جور داشته باشین واسه سلول یک و واسه سلول دو 1 میلیون تا بارکد شماره دو داشته باشین. به همین ترتیب سلول یک رو توی زندان گیرش بندازی با بارکد یک، سلول رو بتره کنین، قطعات آرنهش رو به DNA تبدیل کنین، به تهش این بارکدها رو بچسبونین، همین کار رو واسه همه سلولا به طور همزمان انجام بدین. آخر کار وقتی که همه سلولا بارکد گرفتن، اون موقع میتونین همه چیز رو بریزین قاطی کنین و با همدیگه توی ران سیکونس کنین. از اینجا به بعد، یعنی از لحظه که قطعاتتون بارکد گرفتن، دیگه میتونین همه چیز رو با همدیگه مخلوط کنین دیگه. درسته؟ این چجوری سلولا رو گیر بندازیم؟ یه تکنولوژی قدیمی تری بود که مثلا فرض کنین 800 تا یا 1000 تا چاهک داشت روی یه سطحی، تو هر کدوم از چاهک ها مثلا یه چاهک میکرومتری یه سلول میافتاد، یه مجموعه بارکد هم میافتاد، سلول هم میترکید اونجا، DNA میشد، بارکد میشد اینا. یه تکنولوژی خیلی بانمکی توسعه دادن که این زندانه در واقع یه قطره آبه داخل یه دریایی از روغن. یعنی فکر کنی یه دراپلت، یه قطره خیلی کوچولو میکرومتری که داخلش یه سلول گیر میفته و یه هایدروژل، حالا اگه بخواین دقیق‌تر ببینین اون بالا یه سری سلول داریم، او پایین ترش یه سری هایدروژل داریم که هر هایدروژلی داخلش هم مثلا ریجنت هایی هستش که واسه لایس کردن سلول، واسه خورد کردن قطعات دی ان ای، تبدیل آر ان ای به دی ان ایش، خورد کردن دی ان ایش و بعدن چسبوندن این بارکد ها نیاز داریم. و علاوه بر اون میبینیم مثلا یه سلول زرده یه سلول قرمزه، به خاطر اینه که اون سلول زرد مثلا بارکد شماره 1 داره، اون سلول قرمز بارکد شماره 2 رو داره. خب شما حتی لازم نیست کنترل کنین بارکد شماره چند میچسبه به سلول چند، مگه مهمه؟ مگه میخواین سلولا رو شماره گذاری بکنین؟ فقط کافیه به هر سلولی یه بارکد متفاوتی بزنین دیگه، درسته؟ و این هم لازم نیست دونه به دونه بدین قطره چکونی، مثلا به چکونی آله یه بارکد بگیرین. فقط کافیه مثلا اگه 1000 تا سلول داشته باشین، 1 میلیون تا بارکد مختلف داشته باشین، اون موقع احتمالی که دوتا سلول بارکد یکسان بگیرن خیلی کمه، درسته؟ یعنی ممکنه بارکدهای تکراری هم داشته باشین، منتها چون تعداد بارکدها، تنوع بارکدها تو خیلی زیاده، خیلی احتمالش کمه که مثلا تو تعداد کمی سلول دوتا سلول عیناً یه بارکد بگیرن. و موضوع بعدش این هستش که اگه دوتا سلول یه بارکد هم گرفتن، یه هم میبینین مثلا تعداد قطعاتی که یه بارکد خاصی رو دارن یه دفعه خیلی زیادتر از اوریجه. خب چون عملا محتوای دوتا سلول، میتونین تشخیص بدین اینا رو حذف کنین، مثلا فقط اونایی رو نگه دارین که در واقع یه بارکد دارن. سوال بعدی این میشه که خیلی خوب، حالا همه اینا قبول، چجوری بارکدها رو بسازیم؟ مثلا همه دوستانی که بک‌گراند بیولوژی دارن پرایمر رو میشناسن دیگه، میدونن که خیلی خوب یه قطعه مثلا 10 حرفی 20 حرفی دی ان ای عینه یه پرایمره دیگه، و شما خیلی راحت میتونید یه پرایمر مثلا با یه هزینه نه چندان زیادی مثلا یه پرایمر سفارش بدیم و واسهتون سنتز میکنن. متأسفانه وقتی که 1 میلیون تا بارکد مختلف میخواین، آیا این به معنیه که 1 میلیون تا پرایمر مختلف باید چیز بکنین؟ یعنی انگار مثلا چه میدونم نهایتا از شرکت های یه تریلی میفرستن شامل 1 میلیون تا چاهک مختلف تو هر کدومش مثلا یه بارکد، و از شما مثلا 10 میلیون دلار میگیرن بابت، اگه خیلی خوشبینانه مثلا فکر کنیم هر کدوم از بارکدا 10 دلار بوده، آیا هم داریم در مورد همچی چیزی صحبت میکنیم؟ جوابش خوشبختانه نه هستش.
قبل از اینکه بگم که اون اتفاق چجوری میفته، بگم این قطرک‌ها چجوری تشکیل میشن. فکر کنین یه محیط مایکروفلویدیکس و مثلا یه در واقع لولای خیلی ریزیو که از یه طرف مثلا اون سلوله داره میاد، در ریجنتایی که سلول داخلش هستش، از دو طرف داره روغن میاد و سرعت ورود روغن بیشتر از سرعت ورود اون آب و ریجنت ها هستش. اینجوری باعث میشه آب بین اون روغن ها به صورت قطره 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 در بیاد و این قطره ها دیگه آیزولیت میشن به خاطر جنس خاصی که مثلا اون چیز داره، اینا به صورت یه سری قطره خیلی کوچولو در میان و بعدن داخل هر کدوم از این قطره ها یکی از این هایدروژلا قرار میگیره در کنار سلول. تعداد اون قطرهایی که هایدروژل دارن، تقریبا همه قطره ها هایدروژل دارن یا تعدادشون خیلی زیاده، تعداد اون قطرهایی که سلول دارن خیلی کمتره و آخر کارم فقط اونایی رو سلکت میکنیم که سلول داشتن، یعنی اونایی که فقط هایدروژل داشتن بر اساس سایزشون فیلتر میشن، دور ریخته میشن. مثلا بارکدها چجوری هستن؟ اون بارکدها همونجوری که خاطرتونه، مثلا بارکد شماره 1 ازش باید 1 میلیون تا کپی داخل سلول 1 قرار بگیره دیگه، چون 1 میلیون تا آرنه رو میخواییم با این بارکود در واقع لیبل کنیم. کاری که اتفاق میفته این که ما یه در واقع بکبونه پولیمری داریم، مثلا پولیمر اکریلیک اینجا نوشته. خب اون قسمت این فرمول شیمیایی رو که میبینیم، چپترین قسمتش اون بکبونش هست، شبیه اون مثلا فکر کنیم بارکود ها هر کدومشون یه برگه یه دفتر چه هستش، اون بکبونه اون منگنه ای هستش که همه اینا رو به هم دیگه منگنه کرده. خب و حالا اون قسمت نارنجی رو میبینین، این یه ساختار شیمیایی خاصی رو داره به نام فوتوکلیویبل اسپیسر که نسبت به نور یووی حساس هستش، یعنی به محض اینکه نور یووی میزنی این قسمت تجزیه میشه و همه بارکدها عملا همه اون برگای دفترچه جدا میشن و هر بارکدی میتونه بره یه مولکولی رو لیبل بکنه. تا اینجا درست؟ حالا قسمت بعدیش در واقع عملا خود اون بارکد هست که همون جوری که میبینین به هر یه دونه دفتر چه بارکدای یکسانی سنتز شده. این بارکدای یکسان عملا اینجوری بوده که اول یه دونه کپی چیز میشه، بعدن هی تکس میشه از روش. خب منتها این کار چجوری اتفاق میفته؟ ما یه قانونی داریم به نام اصل ضرب. خب مثلا فرض کنین یه نفر 4 مدل پیرن داشته باشه، مثلا 3 مدل شلوار داشته باشه، میتونه چند مدل لباس بپوشه؟ 12 مدل مختلف دیگه، هر کدوم از 4 مدل پیرن و با 3 مدل شلوار. اینجا دقیقا جاییه که شما میتونین با داشتن 1000 تا به اضافه 1000 تا پرایمر مختلف 1 میلیون تا بارکد مختلف بسازین. 1000 ضرب در 1000 تا بارکد مختلف بسازین، یعنی هزینه تو یه دفعه از سنتز کردن 1 میلیون تا بارکد کاهش پیدا میکنه به سنتز کردن 2000 تا بارکد، یا از ترکیب 100 به اضافه 100 به اضافه 100 تا بارکد مختلف 300 تا بارکد مختلف میتونین در واقع باز 1 میلیون تا بارکد سه حالته بسازین. درسته؟ 100 ضرب در 100 ضرب در 100 میشه 1 میلیون، یعنی عملا اون چیزی که سنتز کردین 300 تا بارکد 10 حرفی بوده، اونی که خواهید داشت 1 میلیون تا بارکد مختلف 300 ببخشید 30 حرفی هستش. و این بارکودها چجوری هستش؟ ببینین اون بکبون اولیتون مثلا یه سایتی رو داره که اون سایت تو 100 جور بارکود مختلف یا 1000 جور بارکود مختلف ریورس کامپلیمنت اون سایت اون قسمت آبیه هست. هر کدوم از بارکودها رندوملی شما 1000 نوع بارکود مختلف رو میریزین تو محیط، هر کدوم از بارکودها رندوملی به یکی از اون قطعات آبی میچسبن. خب این رو با یه واکنش پولیمریزیشن در واقع این قسمتی که پایین هست و کاملش میکنین ریورس کامپلیمنتش رو، و حالا میرسیم به یه موقعیت قهوه‌ای رنگی که در واقع جایگاه اتصال بارکد دوم هستش و این دفعه هم 1000 جور بارکد جدیدی که در واقع هر کدومشون باز جایگاه قهوه‌ای رو دارن و اینا رندوملی به اون جایگاه قهوه‌ای متصل میشن، یعنی هر ترکیبی از بارکد اول میتونه با هر ترکیبی از بارکد دوم یه مجموعه بارکد رو بسازن. اینجوری متوجه شدین چجوری در واقع این قطعات به هم دیگه میچسبن؟ بله بله، و ما نگران نیستیم دیگه، چون در واقع تعداد سلولا به شدت از تعداد بارکد ها کمتر هستش. اینجا یه چیزی دارید به نام UMI، اون قطعه زرد.
او یو ام آی خیلی به درد بخوره. من مفهومش رو یه ذره سب کنین، یه ذره جلوتر بهتون توضیح میدم. یو ام آی حتی واسه کارهایی هم که همین الان تو آزمایشگاه انجام میدن، زیست شناسا و اینا، خیلی خیلی به درد میخوره. منتها انتهاش یه دومه پلی ای داره. دومه پلی ای به چه دردی میخوره اگه گفتین؟ احسن احسن. یعنی این ما میدونیم که در واقع سلولای معمولیمون علاوه بر mRNA که تولید میکنن، 90% RNAشون رایبوزومال یا مایتوکندریال هستش. توی تکنیک RNA-سی که معمولی، خب یه فازی میذارن این رو فیلتر میکنن، ولی شما 90% دیتا تو از رایبوزوم که بهش دردی نمیخوره، درست؟ منتها تو تکنیک سینگل سل دیگه نمیتونن فیلتر بکنن قبل از اینکه این کارو بکنن، چون عمل همه اتفاقات داره توی یه قطره خیلی فسقلی انجام میشه دیگه. پس چیکار میکنیم؟ ما این بارکدامون رو یه دوم پلی ای میذاریم، یعنی ای در واقع این دوم پلی ای وقتی که ریورس کامپلیمنتش به بارکد میچسبه یه دوم پلی تی میشه. خب پس انتهای هر بارکدمون یه رشته تی 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 تیه. این رشته تی 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 با اون دوم پلی ایه در واقع mRNA های ریورس کامپلیمنت میشن، اینا به هم دیگه میچسبن و بعدن در واقع ما وقتی که سیکونسش میکنیم یه تیکه بعد از این دوم پلی ای، ولی دوم پلی ای که انفورمیشن نداره، یه تیکه اواخر هر ژنی رو سیکونس میکنیم. اینجا دوتا هست واسه ما اتفاق میفته. یه حسنش اینه، من خیلی سریع این رو توضیح میدم، حالا دوستانی که اگه سوالی واسه شون پیش اومد بگن. یه حسنش همین دقیقه همین چیزی بود که گفتم، رایبوزومال مایتوکندریال آرنه دور ریخته میشه. نقطه دومش این بود، اگه یه ژن طولانی تر باشه، وقتی که آرنهش رو خورد میکنین سیکونس میکنین، از همون یه دونه آرنه تعداد قطعات یا تعداد ریدای زیادتری رو میبینین. یه ژن کوتاه‌تر باشه تعداد ریدای کمتری رو میبینین، درسته؟ و این باعث میشه که فکر کنین در واقع اون ژنی که طولانی تر بوده بیشتر بیان شده، در صورتی که تعداد mRNAشون دقیقا یکسان بوده، فقط طولش باعث شده که تعداد ریداش بیشتر باشه. خب حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ وقتی که این فقط به دوم پلی ای میچسبه، یعنی فقط اون انتهای تری پرایم یوتیار یه ژن رو سیکونس میکنیم و اینجوری هیچ فرقی نمیکنه ژن طولانی باشه یا کوتاه باشه، یعنی یه جور نرمالایزم داره اتفاق میفته. اگه بخوام در واقع بگم که این کار رو عملا تو لوله آزمایش چجوری انجامش میدم، مثلا یه دستگاهی هست به نام تنیکس که سمپلا رو داخلش لود میکنن، این خودش همون پروسه مایکروفلویدیکس رو انجام میده و نهایتا اینها رو لیبل میکنه و میتونین شما سیکونسش کنین. اینجا مثلا داخلش همون ورود روغن و آب و نمیدونم اون سلول و این چیزا رو میبینین داخل اون در واقع دستگاهش، و حالا این قرار گرفتن هر کدوم از هیدروژلای کنار یه سلول و بعدن بارکد شدنشون و بعدن سیکونس شدنشون و اینها، که حالا توضیحاتش رو دیگه گفتم خدمتون. فقط یه نکته رو نگفتم، او یو ام آی به چه دردی میخوره. ببینید او یو ام آی در واقع همون جوری که اینجا میبینینش، اون قطعه زردمون، او یو ام آی یه قطعه ای هستش که کاملا رندومه، حتی باز اون یه تیکه دی ان ای هستش کاملا رندوم، حتی داخل یه دفترچه که بارکداش یکسان، یو ام آی هاش کاملا رندوم متفاوت. این یو ام آی به چه درد میخوره؟ فرض کنید در واقع یه سلول رو آرنیاش رو لیبل گذاری کردین، اینقدر میزان آرنه یا دی ان ای که از روش تولید کردین کم هستش که باید با پی سی آر امپلیفایش کنین، خب تکثیرش کنین قبل از اینکه سیکونسش کنین، و این پی سی آر کردن باعث میشه که شما نتونین متوجه بشین که اگه یه دو تا قطعه عیناً یکسان دیدید اینا یه دونه فرگمنت بوده که با پی سی آر کپی شده، یا اینکه واقعا دو تا قطعه متفاوت از یه ژن بوده، دو تا ام ار ان ای دو بار بیان شده، مثلا دو تا ام ار ان ای ازش بوده. این پی سی آر باعث میشه که ژناتون تناسبشون به هم بخوره، یعنی ممکنه یه ژنی مثلا با یه ژن دیگه که یکسان بیان شده بوده پی سی آر یه دفعه یکیشون رو دو برابر کنه. منتها با این یو ام آی میتونین اون اثر رو از بین ببرید، یعنی اگه یه قطعه باشه که یو ام آیش هم یکسان باشه و عیناً قطعه یکسان، سلول یکسان، بارکد یکسان، یو ام آی هم یکسان، خب شما مطمئن میشین به احتمال خیلی زیاد این به خاطر
پی سی آر تکثیر شده، پس اون قطعات تکراری رو حذف میکنی. منتها اگه قطعی دیدی که جنس یک ثانه منتها یو ام آیش متفاوته، این میگه حتما قطع اولیه‌اش متفاوت بوده، یعنی این ژن زیادتر بیان شده. و حالا به چه درد میخوره، چه کاربردایی میتونین ازش داشته باشین؟ مثلا فرض کنین توی فیلد نوروساینس، مثلا یه مقاله توی سال 2015 توی جنوم ریسرچ منتشر شده که اومدن از نوای مختلف مغز سلولا رو گرفتن، سینگل سل سیکونس کردن و مثلا به یه کلاسترهای جدیدی از سلول ها رسیدن، مثلا هر کدوم از این کلاسترها انگار یه نوع سلول مغزی هستش. یه مقاله یه خورده دیرتر، مثلا اگه اشتباه نکنم سال 2018 منتشر شد توی نیچر، که همونجور که میبینید 80,000 تا تک سلول مغزی رو سیکونس کردن به صورت سینگل سل و تونستن کلی در واقع در طول این فرایند تایپ های سلول های جدید مغزی رو، اگه اشتباه نکنم یه مقاله 2016 توی ساینس چاپ شده بود با سینگل سل، تونسته بودن بالای 10 نوع سلول جدید مغز رو شناسایی کنن که مثلا از ابتدای مطالعات بیولوژی تا به الان مثلا اینها رو نتونسته بودن پیدا کنن و اینقدر در واقع ساب تایپ های دقیق داری رو. مثلا اینجا میبینین هر کدوم از این در واقع کلاستر ها یه ساب تایپ مثلا سلول های در واقع. این رو میتونین واسه مطالعات سرطان ازش استفاده کنین. مثلا فکر کنید که در واقع سلولای سرطانی دارن، شما یه بافت سرطانی از یه بیمار که میگیرید، این همه سلولای سرطانیش یکسان نیستن. این بافت سرطانی مثلا شامل 10 تا یا 50 تا ساب کلونی مختلف هستش. شما وقتی که اینا رو به صورت بالک سیکونس میکنید، فقط دارید معدل میگیرید، دارید تفاوت بین این ساب کلونی ها رو از بین میبرید، در صورتی که ممکنه مثلا یه ساب کلونی خاصی باشه نسبت به یه دارو خاصی مقاوم باشه. ما اگه همینجوری در واقع بالک سیکونس کنیم، ممکنه اون ساب کلونی انقدر تعدادش کم باشه که اصلا نتونیم رد پاشو ببینیم و یا ببینیم بعد نتونیم تشخیص بدیم مثلا این ارور سیکونسینگ ارور هست یا واقعیته، و بعدن یه داروی خاصی رو به بیمار بدیم. در صورتی که اگه میومدیم به صورت سینگل سل این رو در واقع سیکونس میکردیم، میتونستیم بفهمیم آره یه ساب کلونی وجود داره که نسبت به یه نوع خاصی از درمان مقاومه، پس یه پروتکل درمانی متفاوتی رو استفاده کنیم. و حالا به تیکه کامپیوتیشنال قضیه میرسم که چه الگوریتمایی توی این کار دیولوب شده یا اصلا چه صورت مسئله‌ای وجود داره. خیلی ببخشید اینجا خیلی گرم بود و اینها، من سعی میکنم حالا خیلی سریعتر این ارائه رو کوتاهش کنم و خلاصه اگه سوالی داشته باشین در خدمتتون هستم. اگه سوالی تا اینجا داریم بپرسیم. بفرمایید. یو ام آی به درد تعیین کلاستر نمیخوره. خب به یه مثال بهتون بزنم. از سینگل سل رو فراموش کنین، خب فکر کنین از یه بیماری مثلا از بافت سرطانیش، خب سمپل گرفتین و میخواین همین به صورت بالک جینوم سرطان رو سیکونس کنین، درست؟ جینوم سرطان رو میخواین سیکونس کنین. یا فکر کنین اصلا سرطان رو هم ول کنین، اصلا همین الان از یه بیماری تو خود آزمایشگاه سیکونس سمپل گرفتین، خب پی سی آرش کردیم. معمولا خیلی وقتا قبل از اینکه سیکونس کنیم پی سی آر میکنیم واسه اینکه میزان دی ان ای مون زیاد شه، و بعدا سیکونسش کردیم و یه جهشی رو میبینی که تو 50 تا رید یکسان عیناً تکرار شده. سوال اینا، این جهشه توی یه دونه قطعه اتفاق افتاده باشه بوده به خاطر پی سی آر، یعنی این جهش اصلا داخل ژنوم وجود نداره، پی سی آر بالاخره 1000 نرخ خطا داره دیگه، تو یکی از سایکلای اولیه پی سی آر یه جهشی اتفاق افتاده، یه اروری، یه میوتیشنی در واقع، یه سابستیتیوشن اروری، و بعد این همینجور به خاطر پی سی آر تکثیر شده. آیا قضیه اینه که شما مثلا این همه رید میبینین که در واقع اون جهش رو دارن نشون میدن، یا نه واقعا مال خود بدن فرد بوده و اون جهش رو داشته؟ در واقع هر جا با تکثیر پی سی آر روبرو هستیم، با خطای تکثیر پی سی آر هم روبرو هستیم. این خطا از دو جنس هستش،
یه جنسش اینه که پی سی آر به هر حال هر هزار حرفی مثلا ممکنه یه حرفو بد کپی کنه و این ممکنه توی سایکلا به صورت نمایی اکیومولیت بشه، زیاد بشه و شما یه عالم رید ببینین که همشون اون تفاوت رو دارن، منتها همشون به خاطر پی سی آر بود. یا حالت دوم، وقتی که میخواییم میزان بیان دوتا ژن رو مثلا با همدیگه مقایسه کنین، ممکنه پی سی آر یکی از اونا رو بیشتر از اون یکی تکثیر کنه. مثلا جی سیه یه دونه از ژنها متفاوت باشه و پی سی آر مثلا کمتر تکثیرش کنه. خب حالا چجوری این اشکالات پی سی آر رو برطرف میکنین؟ به هر قطعه یه دونه یو ام آی، یه دونه رندوم، یه قطعه رندوم از دی ان ای اضافه میکنین. خب این قطعات که سیکونس میشن، بعدن اگه دوتا قطعه سیکونسشون یا توالیشون عیناً یکسان بود، یو ام آی هاشون هم عیناً یکسان بود، شما با احتمال خیلی زیادی میفهمین که این دوتا قطعه فقط تو پی سی آر زیاد شده بودن، چون که یو ام آی 1,000,000 تا حالت مختلف مثلا دارین و شانس خیلی کمی وجود داره. یعنی یه قطعه یکسان رو در نظر بگیرید که یه یو ام آی بهش چسبیده، قطعه بعدی که عین همینه شانس 1,000,000 داره دقیقا همین یو ام آی رو بگیره. درسته؟ پس یو ام آی هم هیچ چیز عجیب غریبی نیست، یه بارکده، منتها یه بارکد کاملا رندومه که اضافه میکنیم واسه که جلو خطای پی سی آر رو، یعنی اون ابهام پی سی آر رو از بین ببریم. تعداد قطعاتی که عیناً سیکانسشون یکیه و یو ام آیشون یکیه، داپلیکیتاشون رو حذف میکنیم، فقط یکیشون رو نگه میده. حالا اگه جهشه رو دیدیم تو قطعات مختلف، اون موقع میفهمیم تاثیر پی سی آر نیست دیگه. درسته؟ خیلی خوب. سوال خیلی خوبیه. چرا اتفاقا واسه البته باید دقت کنید که مثلا واسه مایکرو آر ان ای دارین پی سی آر انجام میدید یا نه. معمولا به طور خاص تکنیک های سینگل سل نان کودینگ آر ان ای ها متفاوته، چون دوم پلی ای نداره. سوال دیگه داریم بفهمیم. چی داریم؟ آه چرا صفر داریم؟ خب این دقیقا میخوام توضیح بدم. خب یکی از در واقع اپلیکیشن هایی که ما توی چیز داریم، توی همین دیتا های سینگل سل داریم، الان فکر کنین مثلا 10,000 تا سلول رو دیتاشو بهتون دادن. خب همین الان در واقع داخل اون جی او دیدین دیگه، شما مثلا فرض کنین این 1500 تا سلول داشته. خب فکر کنین 1000 تا 10,000 تا مثلا سلول رو بهتون دیتای سینگل سلشو دادن. شما میخواییم با این دیتا چی کار کنیم؟ قدم اول اینه که ویژوالایز کنین این دیتا رو دیگه. درسته؟ و واسه که ویژوالایز کنین میتونین پی سی ای کنین. یه تکنیکی بعدن اختراع شد به نام تی اس ان ای، در واقع این تکنیک منیفولد لرنینگ بود. پی سی ای سعی میکنه یه جوری داداتون رو پراجکت کنه رو صفحه که بیشتری تفاوتاشون حفظ بشه یا بیشتری واریانسشون حفظ بشه. منتها پی سی آر تکنیک خط پی سی ای، امروز این همه گفتم پی سی آر، الان پی سی ای هامو خیلی اعتماد نکنین، مطمئن بشین که واقعا دارم در مورد پی سی ای صحبت میکنم. و پی سی آر پی سی ای از حالا به بعد پی سی آر نمیگم دیگه، هر جا پی سی آر شنیدین اتوماتیک پی سی ای بشنوه. پی سی ای تکنیکیه که خطیه و این خطی در واقع خیلی تکنیک خوبی نیست. یعنی یه وقتایی هستش مثلا ممکنه در واقع یه سلول پخش تر باشه، یه سل تایپ پخش تر باشه، یه سل تایپ جمع تر باشه و شما در واقع این که فقط اینا رو خطی تصویر کنین داخل صفحه خیلی چیز تصویر خوبی بهتون نمیده یا اتفاقات دیگه. این در واقع متدی که میخوام معرفیش کنم به طور خاص، در واقع توی یکی از مجلات نیچر همین یکی دو سال پیش چاپ شده، اسمش سیم ال آر هست و میاد بر اساس یه سری متد کرنل بیس. حالا اگه بخوام در واقع یه خلاصه بگم، متد کرنل بیس میتونین شما دوتا ورودی بهش بدین که لزوم هم دوتا ورودی عدد نیست، منتها میتونه اینا رو یه معیاری از شباهت بهتون به صورت کمی بده. مثلا فرض کنین که عدد 7 و 5 داشته باشین، میتونین فاصله شون رو 7 و منهای 5 کنین، مثلا میشه 2 یا شباهتشون رو. منتها اگه بهتون بگن سیب و پرتقال مثلا شباهتش رو چقدره، به صورت کم میشد. یا مثلا توالی AACG با توالی AAAC مثلا شباهتشون چقدره، اینا رو خیلی راحت نمیتونین
شباهتشون رو کم میکنید. منتها روش های کرنل بیس این امکان واسه شما فراهم میکنن. مثلا فرض کنید دوتا توالی رو داشته باشین، میتونید ادیت دیستنسشون رو محاسبه کنین. یا اینجا به طور خاص توی این سیمیلار از کرنل های گاوسی استفاده میشه. حالا کرنل های گاوسی یعنی اینکه انگار مثلا اگه به مرکز یه سلول یه کرنل گاوسی داشته باشه که یه جور احتمال همسایگی دوتا سلول رو یا احتمال هم تایپ بودنشون رو نشون بده، اگه یه سلول خیلی نزدیک باش باشه خیلی احتمال بالایی میگیره، اینه اینکه وسط یه تابع زنگولهی خیلی احتمال بالاست، مطابق به معنی که یه خورده ازش دور شین یه دفعه احتمالا افت پیدا میکنه دیگه. و این سلول به سلول اون واریانسش متفاوت هستش. حالا اینا یه عالم دیتیل هستش، من خیلی واردش نمیشم. مطابق اگه بخواید نتایجش رو ببینین، مثلا در واقع اینا سلول هایی بوده که از اول میشناختیم تایپاشون رو، تایپاشون رو بالا رنگ کردیم به صورت سبز آبی و قرمز یا هر چیزی، و سطر اول مثلا 4 تا دیتا ست مختلف رو نشون میده با سیمل آر که همونجوری که میبینین دقیقا یه انگار یه بلوکایی از سلول ها رو داره بهتون نشون میده که اصلا این بلوکا تو روش های مثلا فاصله اقلیدوسی یا مثلا کوریلیشن پیرسون کوریلیشن مثلا یه همچی چیزی این رو نمیتونیم ببینین. یا مثلا سطر اول باز سیمل آر اینا رو ویژوالایز کرده و میبینین خیلی کلاسترها خوب مشخص شدن، در صورتی که مثلا با روش TSN با روش PCA یا با روش زیفا مثلا تکنیکای دیگه توی همه این دیتا ستا به همه خوبی در واقع چیز نمیشن. من بیشتر میخوام سوالا رو مطرح کنم. پس یه سوال واسه تون دایمنشن ریداکشن و ویژوالیزیشن این دیتا هستش. میتونین به تکنیکای مثل این سیملا رو اینا رجوع کنین. میتونین تکنیکای دیپ لرنینگ رو واسهش استفاده کنین. مثلا یه جور تکنیک مثلا اوتو انکودرتوری که دایمنشنالیتی دیتا رو کم کنه و یه جور در واقع بتونین تون فضای کاهش ابعاد یافته یه جوری این رو ویژوالایز کنین. تکنیک های دیگه ای هستن. این یه صورت مسئله بود. صورت سوال بعدی واسه پیدا کردن تراجکتوری سلول ها هستش. و تراجکتوری یعنی چی؟ مثلا فکر کنین شما در واقع سلول ها رو در طول دیولوبمنت جنین، اون شکل هایی که پایین میبینین مراحل رشد یه جنین رو داره نشون میده و شما میتونین حدس بزنین که مراحل رشد یه جنین تو مراحل اولیه ما یه نوع سلول داریم به طور خاص، مثلا از اول که فقط یه سلول زایگوت رو داریم و بعد این سلول زایگوت کم کم به دو نوع سلول تفکیک میشه. من چند نفر وادینگتون لندسکیپ رو دیدن یا میدونن چیه؟ آره بقیه بگم چی؟ عمرت برفن هست نمیم اون کشتی با نه چیز هنوز خداشکر فرصت این رو داریم که یاد بگیم وادینگتون لندسکیپ چیه. این آقای وادینگتون یه امبریولوژیستی بود که میخواست مراحل تکوین جنین رو نشون بده و این رو به صورت یه توپی کشیده بود توی لندسکیپی داره قل میخوره و بایفرکیت میشه. شما مراحل اولیه جنین رو در نظر بگیرید که یه تایپ سلول هستش و بعد به یه جایی میرسه دو تا لینیج مختلف میشه، مثلا اپیبلاست و پریمیتیو اندودرم و بعدن اپیبلاست میشه در واقع تروفکتودرم، ببخشید اکتودرم، مزودرم، اندودرم، همه اینا در واقع تفکیک میشن تا در نهایت اکتودرم میشه سلولای مغز و پوست ما، اندودرم مثلا میشه دستگاه گوارشی ما و مزودرم میشه استخوان ها مثلا خون یا ماهیچه‌های ما. و این رو شما به صورت یه درختی میتونین مشاهده بکنین. این رو بهش میگن یه جور هر سلول هر مسیری که پیموده این رو بهش میگیم یه تراجکتوری. و شما میتونین الگوریتمایی رو چیز بکنین که مثلا این درخته رو از تو دل دیتا در بیاره. یه الگوریتم خیلی سادهش مثلا میتونه یه جور همه سلولا رو توی یه فضای دو بعدی یا با کاهش ابعاد مثلا پروژکتشو کنین و بعد یه جور بین هر دوتا سلولی بر اساس فاصله‌هاشو یال بگذارین و دنبال یه جور چیز باشید، مینیمم اسپنینگ تری باشین و شما الگوریتمای مینیمم اسپنینگ تری رو بلدین دیگه مثلا از درس الگوریتمای گراف. منتها میشه الگوریتمای خیلی خیلی جالب تری رو هم در واقع پیدا کرد اینجا. یکی از معروف ترین پکیج ها واسه این کار اسمش مونوکل هست،
MONOCLE اگه سرچش کنیم مونوکل دو نمیدونم حالا ورژن 3 اینا هم اومده خیلی خیلی پر استفاده است واسه اینکه شما دیتا رو بهش بدید و اون تراجکتوری سلول ها رو بهتون بده بعدن حالا میتونید مطالعه کنین همه اینها کارهای خیلی خیلی در واقع جدیدی هستن. این همون الگوریتمی بود که من خدمتتون گفتم منتها میتونین الگوریتم های خیلی پیشرفته تری هم در واقع چیز داشته باشین. صورت مسئله سوم که با صورت مسئله خیلی جدی است برمیگرده به همون سوالی که یکی از دوستاتون پرسیدن که چنقدر صفر بینشه و جوابش اینه. ببینیم وقتی که سینگل سل اکسپریمنت انجام میدید ژن هایی که در واقع بیانشون کم باشه شانس خیلی کمی دارن واسه ای که در واقع تو دادهای واقعی خودشون رو ظاهر کنن. عملا دادهای واقعی مالتیپلکس شده مثلا 10,000 تا سلول هستش و اینجا هیچ انتخاب هم ندارید که مثلا کدوم ژن، یعنی از ژنایی که زیاد بیان شدن خیلی زیاد سیکونس نشه و بعضی از ژنای هاوس کیپینگ خیلی زیاد هستن اینقدر زیاد ازشون خونده میشه که شانس این رو که از اون ژنهایی که کم بیان شدن رو میگیره. دو تا راه حل دارین، یا اینکه خیلی زیاد از همون لایبرری که میسازین خیلی با عمق بالا سیکونس کنین که اینجوری هزینه‌تون خیلی زیاد میشه، یا اینکه با عمق کمتر و خب عمق کمتر طبیعتاً هر چقدر ژنی کمتر بیان شده باشه شانس دیدنش رو میگیره. ما اگه دیتای بالک آر ان ای سیکو مثلا تحلیل کنیم ممکنه ببینیم از 30,000 تا ژن مثلا حداقل 20,000 تاش بیان شدن، یعنی حداقل یه تعداد کمی رید ازشون هست. منتها اگه دیتا سینگل سلول آنالیز کنیم ببینیم تو بعضی از سلول‌ها یا تو اکثر سلول‌ها فقط 2,000-3,000 تا ژن ما رد پای بیانشون رو دیدیم و این به این معنی نیست که بقیه سلول ژن‌ها بیان نشدن. این رو یه پدیده اسمش رو می‌گذاریم به نام دراپ آوت و یه پدیده همزمان هم نویز دیگه. شما وقتی که مثلا فکر کنین یه تصویر خیلی بزرگه مثلا با رزولوشن بالا، حالا فقط یه تعداد پیکسل رو ازش میگیرین خب و بعدم میخواین تصویر رو بازسازی کنین، خب اینجا تصویرتون نویزی میشه و حتی همون پیکسل های کم هم که میگیرین عملا دارین داون سمپل میکنین دیگه. خب از مثلا 1,000,000 تا آرنه که داخل سلول بوده مثلا 10,000 تاش رو سیکونس کردین. این 10,000 تا سیکونس عملا داون سمپلینگ سمپل اصلی است و خیلی از مقادیر رو نسبتاشو تو این داون سمپلینگ به هم میزنه دیگه، عملا یه نویز داره. و اینجا یه سری الگوریتمای دراپ آوت و نویز ریمووال همینجور تعدادش خیلی زیاد شده، یعنی شاید 10 20 تا الگوریتم مختلف داریم. خیلی خیلی موضوع هات تاپیکی هستش. مثلا همین الان میبینین این آزمایشگاه این دوستان فابیان تیس و اینها توی مکس پلانک مثلا یه مقاله اخیرا منتشر کردن 2019 که مثلا همین چیز رو یه الگوریتم جدیدی رو دیولپ کردن، زینبی چی بهش میگن، زینب احتمالاً یا هر چیزی. مبنای کار الگوریتمش این هستش که در واقع داده ها رو بهش میدیم به صورت یه اینپوت وکتوری و در واقع این به صورت یه آتو انکودر در واقع این رو کوچیکش میکنه و بعدن از روی در واقع خروجی آتو انکودر میخواد سه تا چیز رو پردیکت کنه، در واقع پارامترای یه توزیع نگاتیو زیرو انفلیتد نگاتیو باینومیال. و حالا اونایی که مثلا بک‌گراند آمار دارن میدونن مثلا توزیع نگاتیو باینومیال چه جور توزیع هستش. توزیع هستش که واسه دادهای آر ان ای سی که استفاده میشه، منتها در واقع چون که توی دیتا سینگل سل ما خیلی از دیتامون صفر میشن، عملا یه درصدی از دیتامون اصلا میان روی صفر تجمع میکنن، به خاطر همین بهشون میگیم زیرو اینفلیتد، یعنی یه پیک خیلی بزرگی داخل صفر داریم. و بعدن در واقع کاری که میکنیم میتونیم این دادای زیرو اینفلیتد نگاتیو باینومیال و پارامتراش رو از توی این اتو انکودر استخراج کنیم و بعدن این رو تحلیلش کنیم و حالا شما نتایج این کار ملاحظه میکنیم. مثلا در واقع قسمت اولش اون بالا سمت چپ دادایی هستش که دراپ آوتو حذف کردن، دادای مثلا فرض کنید دو نوع سلول مختلف و همون دادا رو وقتی دراپ آوت داشتن و شما میبینید از اول چقدر میکس بودن و تو ستون دوم وقتی که دراپ آوتش رو حذف کردن کاملا جدا شده. این دادا دادای در واقع حالا چیز بعدن نشون دادن که این
دراپ آوتو. مثلا این در واقع یه کاری هستش که انگار مثلا یه دیتا ست های دوتا دیتا ست رو داشتیم، از اول اومدیم با دراپ آوت ازش سیمولیت کردیم، بعدم با دوتا الگوریتم مختلف اینا رو دینویز کردیم و دراپ آوتش رو حذف کردیم. یه الگوریتم، الگوریتم ZINB مثلا که خیلی بهتر حذف کرده، یه الگوریتم دیگه هم با در واقع یه الگوریتم دیگه یه MSE که داره نشون میده، حالا فقط داره خودش رو مقایسه میکنه، میگه مثلا ZINB خیلی بهتر عمل کرده. و حالا ماتریسش رو میبینید، مثلا از اون ماتریسی که دراپ آوت اضافه شده میبینید چقدرش سیاه شده و اینا همش دراپ آوت هست، و بعدن با حذف دراپ آوت میبینید ماتریس سوم خیلی شبیه به ماتریس اول هست، یعنی انگار این الگوریتم ZINB خیلی خوب کار کرده و تونسته ما دادا رو به خیلی شکل قابل مقایسه واسه همون حالت اولیه‌شون برگردونه. اگه سوالی دارین من در خدمتتون هستم.